שבת בחר, welcome to the Zohar class. תזריה ומצורה רו מכונים. همینطور قبل از کلاس گفتیم חג שמח, happy Israeli Independence Day, the 73 year. به جز اینه که هالیدی و یه روز خوشحالی و شادیه, همینطور یه اگزمپل خوبیه برای ما, قومی, کشوری که تونست خودش از اون خاکستر بعد از هولوکاست خودش رو به اینجا برسونه. is a good example for us. So فقط ما سلبریت نمی کنیم, خوشحال نیستیم برای این کشور, بلکه باید یاد بگیریم. We have to learn a lesson که ما هم بنی اسرائیل هستیم, ما هم مثل این کشور باید رفتار بکنیم. Whatever it is, whatever challenge, whatever, هر جایی که هستیم باید بلند بشیم و خودمون رو به بهترین ماکسیموم پتانسیل خودمون برسونیم. خاک سامیخ. سو امشب راجع به دو تا پرشا صحبت میکنیم, همینطور هفت روز عمر رو کاور میکنیم و راجع به فرندشیپ و چینج شدن صحبت میکنیم. پرشای تزریه و متسورا, تزریه به معنی کاشتن, you know, like seed, putting a seed, و متسورا یه مریضی به اسم جزام, leprosy. And what is the connection here? What is the Torah trying to teach us? خیلی سالا راجع به این دوتا پرشا حرف زدیم. And امسال به ذاتش هم we're gonna approach it in a different angle. تزریه به معنی که what you're planting for yourself. Whatever you plant, that's what you're gonna eat. ما تو دنیایی نیستیم که تصادف, we don't believe in accident, we don't believe in luck. هرچی که خودمون بکاریم خودمونم میوهش رو پیک میکنیم. So we are responsible for what's going to happen to us. All the good that coming to us, Bezrat Hashem, we are planting it for ourselves. And well, if there is a challenges, you know, maybe from the past life or maybe from this life, we planted it. و یاد میگیریم چطوری میتونیم, امشب یاد میگیریم how we can plant good things. و پرشن دوم متسورا, لپرسی یا جزام, به نظر میاد که این دیزیز nothing have to do with us, یه مریضی بوده که از بین رفته, ولی نه, از بین نرفته. And why we are reading this every year? ما هر سال راجب این تو پرشا حرف میزنیم, برای چی دوباره راجب این مریضی میخونیم؟ لپرسی یه مریضی بوده که دور از همه این گوشت رو میخورده, این مریضیه گوشت و فلش رو از بین میبرده, میخورده. و چیزی که کابالیست و تورا به ما صحبت میکنه و میگفتیم که این دیزه هنوز وجود داره, وجود نداره به حالت فیزیکلی, ولی دفنیتلی وجود داره به حالت سپریچوالیتی. زبون فارسی خیلی is amazing. میگیم از تو ما دارم خورده میشم یا خودم رو دارم میخورم, یا خدای نکرده یک دیسوردرایی هست, یک مریضیایی هست که اینترنال ارگان خراب میشن, یا اینکه منتالی آدم خودش رو میخوره, انگزایتی, دیپرشن, سدنس, همه اینا یک مثل یک جزامیه, مثل یک مریلپرسی که از درون این فلش رو میخوره. و how does it work? Why is Torah همچی صحبتی میکنه؟ چیزی که کابالیست اکسپلین میکنن, ما یاد گرفتیم و این پرشا همش راجب ایمپیوریتی صحبت میکنه, راجب مریضی صحبت میکنه, میگه آدم ها مریض میشن, لباس ها مریض میشن, خونه مریض میشه. So Torah صحبت از impurity صحبت میکنه, از negative consciousness, negative speech, negative behavior, negative character. And و هممون یاد گرفتیم, هممون میشناسیمش, ولی we go back to it. همونطوری که تورا هر سال این پورشن رو ریپیت میکنه,
As much as we know judging is bad, we're still judging. We have to be honest with ourselves. We're still complaining. We're still nagging. We are still jealous. همین کاراکتر نگاتیویتا is part of our nature. خیلی سخته عوض کردن خودمون. So تورا دوباره ریمایند به ما میکنه که این impurity, این negative force ها is still within us. And it is. If you're going to be honest with ourselves, it is. I complain. I judge still. It's hard. You know, یک situation های پیش میاد. هر چقدر که ما advanced تر میشیم, situation های سختر پیش میاد که ما رو تست میکنه. So we still have a long way to go. Don't have this illusion که we are pure, we are cleansed. همه چی پوزیتیوه، همه چی خوبه، هیچ نگاتیو فورسی رو ما پرکتیس نمی کنیم. That's an illusion. We do practice. So تورا اومده ریمایندمون میکنه که این نگاتیو فورس هنوز با ما هست. اگه خودمون رو چک بکنیم تو روزا، we see here, yeah, we still practice it. و تورا داره به ما میگه که as long as we are practicing this، البته به ذاتشم میگونه دیکریسش میکنیم، کمتر و کمترش میکنیم. میگه be aware of it که هنوز نگاتیو کاراکتر رو ما پرکتیس میکنیم و کانسیکوئنس نگاتیوی برامون خواهد داشت. سو از روی لاو و کر کریئتور به ما این پرشا ریمایند میکنه که there is impurity, there is judgment, there is jealousy, there is anger, there is hate, there is ego within us, and we still controlling within us. So یک red flag به ما که let's control it, let's be aware of these characters, and let's change it, so we're gonna have a better year, we're gonna have a better life, we're gonna have a better fruit. همطور که پرشا با کاشتن شروع میشه، میگه که یه زندگی بهتر برای خودت بساز. Plant a good seed. و اول پرشا تزریق راجع به بچه صحبت میکنه. Having children. Having children is the biggest blessing. But ببینین چقدر زحمت داره. Having children چقدر ما باید سکریفایز بکنیم، چقدر ما باید دیدیکیشن داشته باشیم، چقدر باید از خودگذشتگی بکنیم، چقدر هارد ورک داره بچه داشتن، چقدر پلانینگ داره. واقعا یه پدر مادر وقتی که بچه دار میشه دیگه زندگی برای خودش نداره، باروخشه همش دیدیکیت میشه برای بچه ها. So چرا این پرشا با بچهش صحبت میکنه؟ میگه همینطوری که بچه رو آوردی، دیدیکیت کردی، هارد ورک کردی، زحمت کشیدی، سکریفایس کردی، ولی ببین چقدر ریوردش هم بزرگه. So why you don't sacrifice, why چرا زحمت نمیکشی نگاتیو کاراکتراتو از بین ببری که بتونی یه ریورد خوبی داشته باشی مثل این بچه؟ Am I clear? Is the Torah is so beautiful. میگه اینقدر زحمت کشیدی که بچه دار بشی که priceless. همینطور زحمت بکش خودتو عوض بکنی. آدم بهتری خودتو بکنی. و change yourself to better and you're gonna have again a priceless reward is waiting for you. ولی برای ما سخت عوض شدن، چنج کردن. میخوایم همون کرکتوری که باش به دنیا اومدیم ادامه بدیم. And I'm sorry. Doesn't matter how much tefillah چقدر tefillah بگی. Doesn't matter how much Torah you study. Doesn't matter how much you go to mikveh. Doesn't matter how religious you become. Until we don't change ourselves, we don't change our character, nothing good is going to happen to us. Nothing. این دنیای فیزیکال ورد، آینه، کانسیکوینس، ریزالت سپریچوال ورده. این فیزیکال ورد is the reward, is the result of our mind and consciousness. به نظر میاد که من باید سخت کار بکنیم، به نظر میاد
که باید تو دنیای فیزیکلی زحمت بکشیم. نو. تو مایندمون باید زحمت بکشیم. زحمت بکشیم که کاراکتر خودمون رو عوض بکنیم. اینا دیگه شاید به این کلمه ها عادت کردیم. ولی as long as we are judging, as long as we are controlling, as long as we are complaining, as long as we are jealous, as long as we are comparing, as long as we get angry, as long as we are hating some people, nothing good is going to come to us. Nothing good is going to come to us. Doesn't matter how you religious you become. So in titre in class, negative character ha ba ma hastan, and there is a huge reward, yek meve kheli khubi montazer ma e, but we have to plant something good. We have to change our life. And تمام کابالیست تمام کتاب کابالیستیک تو این پورشن ها راجع به چینج صحبت میکنن. چینج yourself so you're gonna have a better life. ما اون آدمایی نیستیم که قبل از ازدواج یا قبل از بچه دار شدن هستیم بودیم right. هیچ کدوممون ما we were single, we were traveling, we were crazy, هیچ کانسیکوینسی وجود نداشت. ولی we totally change ourselves. Totally change ourselves که چی که فامیلی داشته باشی. Totally change ourselves که بچه داشته باشی. آیا هیچ ولیو میتونیم رو فامیلی بچه بذاریم؟ نه. Do we want to go back to be single again? Of course not. So if we change ourselves, we're going to have this priceless reward of berakha, blessing, shalom, good success, good sustenance, good children, good grandchildren. So it's all come down to changing ourselves. What is the steps to changing ourselves? This is beautiful lesson of the Torah we're going to share for the first time. What is this گفتنش آسونه ولی چنج شدن is one of the most difficult things that هیچ آدمی بخواه انجام بده. ما کامفتبلیم حتی به اون نگتیف کاراکتره که داریم. و بزرگترین پرابلم چلنج چیه؟ که این ساتان هم نمیذاره ما چنج بشیم. نه، تنبل باش، ریلکس باش، هنوز لاشون را بگو، کمپلین بکن. It's easier, right? So keep doing it. So هم چنج شدن سخته، همینی که این نگتیف فورسه نمیذاره ما چنج بشیم. کانستنتلی فایتمون میکنه که با همون کاراکترهایی که باش بدون اومدیم بمونیم. So there are few steps how we change ourselves. اتفاقا گفتم فارسی خوب نیست. I learned few beautiful فارسی words. و خیلی جالبه بزرگترین استودیوهای کبالا تو دنیا الان ایرانی ها هستن. چون که زبون فارسی خیلی کمک میکنه کبالا یاد گرفتن. So the goal is to change ourselves, and we know it's difficult. پس باید این استپا رو بریم. اول از همه باید خواسته و اراده داشته باشی. Can you know what? Something's wrong in my life. I want to change it. تا وقتی که ما recognize نکنیم something is wrong, اصلا دنبال عوض شدنش نمیریم. So first of all, we have to بخوایم و اراده داشته باشیم. حالا چطوری ما میتونیم اینو بخوایم و اراده داشته باشیم؟ اگه تنها هستیم، اگه we have an issue with sustenance، اگه people you know they put us down، یه ایشوی تو زندگیمون داریم، یه چلنج هایی داریم، چلنج سلامتی، wow that's a big one. اگه خدای نکرده چلنج سلامتی وجود داره، that's number one red flag that we have to change ourselves. اگه ما چالش داریم با کمیونیکیت کردن توی ریلیشنشیپ ها چالش داریم، we have to change ourselves. اگه تو پابلیک هستیم و چالش داریم، کمیونیکیشن چالش داریم، we have to change ourselves. اگه we have a relationship issue with the family, children, we have to change ourselves. اگه we have an issue with sustenance با پرنسه ایشو داریم، we have to change ourselves. So
نمبر وان اینه که کامفتبل نباشیم با این چالنجی که تو زندگیمون داریم. You know, یه مریضی is not supposed to last a lifetime. Who said so? I want to say something, but it's going to be fall into judging about doctors and medicine. But I'm not going to say it. So, each disorder is not supposed to last a lifetime. Each challenging relationship in about is not supposed to last a long lifetime. Each issue with the sustenance is not supposed to change a lifetime. همه چی میشه reverse بشه. ولی how? We have to change ourselves. و نمبر وان این که خواسته و اراده شو داشته باشیم. اگه نخواهیم چنج بشیم, how are you gonna change? So first we have to recognize there is an issue and I want to change myself. خواسته شو داشته باشم. و اراده یعنی I really want it. ما خیلی چیزا میخوایم. I want to fly, I want to become an astronaut, ولی we have to یه خواسته داشته باشیم که related باشه به زندگیمون. So yeah, we خواسته درست باشه و پود اراده پشت سرش. What is the next step? The next step is having اشتیاق. به فارسی میگن اشتیاق. Desire از خواسته بیشتره. Have a desire, اشتیاق. من I see a challenge in my life. میخوام عوضش بکنم ولی فردا یادم میره. پس یه اراده پشت سرش میذارم. میگم نه خیلی سخته. پس the next step is اشتیاق. اول خواستن, بعد اراده, بعد اشتیاق. اشتیاق به انگلیسی میشه گفتم کلمه‌شو. Desire is deeper. ما هممون desire داشتیم بیایم این کلاس. هممون desire داریم شبات بریم تورا رو بشنویم. It's much higher level than خواسته. So اشتیاق اینه که فهمیدم I know که I have to change myself because I have a challenge. I want to become better. و هر opportunity که پیش بیاد I want to jump on. The next level is به فارسی میگن وفاداری یا devotion یا امونا به زبان عبری. So درسته که من خواسته دارم, اراده دارم, اشتیاقم دارم, ولی I have to have a devotion. It's not a temporary thing. من بیام کلاس ظهر یا بیام کنیسا برای یه ساعت, دو ساعت تو هفته and go back to who I used to be. No. Devotion and emuna. ممکنه این چنجه یه روز, یه هفته, یه ماه, یه سال طول بکشه. ولی have emuna. I have this devotion که این راه جدیدی که انتخاب کردم is gonna pay off and for sure is gonna pay off. چقدر ما راجع به لاشونارا, این پرشا is all about لاشونارا. We know how horrible, how bad is لاشونارا. ولی we're still doing it, you know. So we have to put a devotion, I don't want to say Lashonara, and have a emuna. By stopping it, it's going to benefit me. The next step is Sayo Kushesh, hard work. همه این کلمان استفاده میکنیم, این مریج و بچه دار شدن هم یادتون باشه. ببینید چقدر Torah is amazing که اول Torah با بچه دار شدن شروع میشه. چون که is the same بچه دار شده, یعنی result, یعنی reward, fruit زندگی. همین پروسس رو که ما کردیم برای بچه دار شده, همین پروسس هم بکنیم برای چنج کردن, you know, it's we're gonna get an amazing result. سعی کوشش, work hard. I know you are an amazing Kabbalah student. وقت میذاریم, صبح زود بلند میشیم, تفیلین میذاریم, کنکشن هامون رو میکنیم, ظهر همون رو میخونیم, تورا همون رو میخونیم, we buy the book. همیشه سعی کوشش, work hard. به این نیست که من فقط یک ساعت کلاس گوش بکنم, باید برم کتابایی که رب داره به کلاس بخونم, ریویو بکنم, سکن بکنم, شیر بکنم, سوال بکنم. همونطوری که
چقدر همتون زحمت کشیدین برای بچه بزرگ کردن، همین زحمت هم باید بکشیم برای چنج کردن خودمون که ریورد امیزینگ بگیریم. So again, the process to change ourselves, to come out of this متسورا، این جزامه، این چیزی که از درون ما رو داره میخوره، اول خواستنه، بعد اراده است، بعد اشتیاق، desire، بعد وفاداری، devotion، امونا، بعد سعی، کوشش، hard work، and the last step is فداکاری، sacrifice. Sacrifice. برای یه جویش، یه یهودی، شبات is a huge sacrifice. از هزار تا چیز ما میگذاریم که شبات رو داشته باشیم. Right? And it's such an amazing day. یه پدر مادر چقدر sacrifice میکنن که بچه دار داشته باشن. So we have to sacrifice to change ourselves. Sacrifice بکنیم اون negative habit هایی که داریم. اون negative relationship هایی که داریم. اون نگتیو کانشسنس هایی که داریم. به نظر میاد چقدر سخت گذشتن از یه کارهایی، از جاج کردن، از لاشونارا، ولی when we gonna sacrifice him, we gonna see how pure our life is gonna become. So changing is hard, the reward is amazing, is priceless, ولی this is the steps we have to take. امشب خودمون قول بدیم که I want to change و اراده و اشتیاق پشت سرش بذاریم و از فردا اگه خواستیم جاج بکنیم یا قضاوت بکنیم یا جلس باشیم یا کمپلین بکنیم، right away هم دیس امونا که it's hard ولی I'm gonna bite my tongue, I'm not gonna say it, and I'm going to sacrifice this stupid temporary pleasure ای که به من میده کمپلین کردن یا جاج کردن، sacrifice بکنم and there is a huge reward on the way to us. So به ذات شم با پرکتیس کردن این چند تا step we get rid of اون نگتیف کاراکتر هایی که carry میکنیم for maybe 1, 10 years, 1,000 years, enough, we don't want to carry these characters forever, and by going through these steps and changing ourselves, we're gonna receive this reward. Changing is very painful. At the beginning, is very painful. یه آدم سینگل، یادتون بیا ما چطوری بودیم، what kind of a lifestyle we had, the cars, the clothing. ولی we go through the pain, and Baruch Hashem, we have a family. So change is painful, is scary. But the reward is priceless. این ساتانه یا نگتیف فورسه کانستنتلی تو گوش ما میگه که نه همونطوری که هست بمون، خوبه برات. You know, ولی we have to fight and embrace change. بگیم که من دیگه اینطوری نمیخوام باشم، I want to change myself to a better person. با چنج کردن خودمون سولمیتامون رو پیدا میکنیم، کسایی که سینگل هستن. با چنج کردن خودمون we find new good relationships, we find love, lovable people. I'm sure you experience it. So stay the same is our enemy and changing ourselves is our friend. هفته پیش راجع به فرندشیپ صحبت کردیم ولی بعد از کلاس بود، ولی این هفته we gonna talk about it again to put it inside the Zohar, inside the class. Let's go to the Zohar. کتاب زوهر 15 صفحه 157 سکشن 49. کتاب 15 صفحه 157 سکشن 49 قسمت متسورا. تزریه خیلی جالبه، پرسار رو صحبت کردیم. I don't think we have enough time for both books, so we're going to start here. این سکشن زوهر چی میگه؟ میگه که توی خونه‌ای که پرابلم وجود داره، میگه توی خونه‌ای که قصف خلیل مریضی وجود داره، پرابلم وجود داره، خدا چطوری میاد اینو درستش بکنه؟ ما همیشه یه پرابلمی داریم، دعا میکنیم، برخا میخوایم، بلسینگ میخوایم، take it away from us،
این چی بود دیگه، از کجا اومد؟ زهر اینجا میگه که وقتی ما یه ایشو یا چالنجی داریم، خدا میاد یه پرابلم دیگه هم به این چالنج اضافه میکنه. چرا؟ That's the solution to fix the problem. چرا خدا یه چالنج دیگه به ما میده که خودمون رو عوض بکنیم، کامفورتبل نباشیم با اون سیتویشنه؟ میگه اگه خدا نکرده یه هلت چالنج وجود داره، اگه بخوایم با مدیسن و با فقط مدیکال بریم جلو، دیگه we get comfortable. We say, you know what? This is my destiny. This is my life. I'm going to live with it. ولی تورا چی میگه؟ میگه خدا من یه پرابلم دیگه هم میده که بیدارمون بکنه، که چنجمون بکنه. با بیدار شدنمون، با چنج کردن خودمون، اون پرابلم اصلی هم حل میشه. I hope I'm clear. So if you have a challenge، خدا میگه یه چالنج دیگه هم بهمون میده که با عوض کردن خودمون، چون با چالنج اولی دیگه کامفورتبل شدیم، میگه دیگه this is my life، I'm not gonna there's nothing I can do about it. میگه یه چالنج دیگه هم بهمون میده که با عوض کردن خودمون، با بیدار شدن خودمون، اون چالنج اولی هم حل بشه. This is an amazing Kabbalah study. ما همیشه پرابلم داریم، گریه میکنیم، تفیلا میخونیم، خدا اینو ریمووش بکن. That's how doesn't work. تنها طوری که ریمووش میتونیم بکنیم با چنج کردن خودمونه. و خدا یه چالنج دومی به ما میده که باعث بشه خود از اون کامفورت زونمون، با وجود که چالنج اولیه سخته، باش کامفورتبل میشیم. How good the Torah knows us. میگه یه چالنج دوم هم میده که خودمونو عوض بکنیم که چالنج اولیه حل بشه. So با این کوانه این قسمت رو میخونیم که ما میخوایم والانتیر بشیم، نمیخوایم خدا نکرده نمیخوایم منتظر چالنج دومی باشیم. Right? We don't want the second challenge. Let's change ourselves voluntarily، داوطلب بشیم خودمون رو right now، از امشب عوض بکنیم که اون چالنج دیساپیر بشن. We don't want the second challenge. So don't cross your hands, don't cross your legs. Don't do anything. Close your eyes if you like and listen to these words. اگه زهر دارین فالو بکنین که let's have the خواسته، اراده، اشتیاق و امونا، وفاداری، سعی، کوشش بذاریم، فداکاری بکنیم که we change ourselves to better and rewardش هم به ذاتش هم is gonna be life full of health, happiness and success. אמר אלעזר, אצטריכנה הכה למימר מילה דאולפינה, מאבא, תחזי, הווה ילפין מנגע דביתה, דבר רוחה מסבא שירייה בביתה, וקוצה בריחו בעי לדוחה עליה, שדר נגע צרעת בביתה, לקטרגה דה בדה, וההוא נגע לא עידה מביתה, ואף על גב דרוח מסבא אסתלק מההוא ביתה עד דנצצון ביתה אבנים ואיים וכולה כדין עתכי עתרה. רבי אלעזר said, here I must say something that I have learned from my father. רבי אלעזר פסר רבי שמעון בודה, father is רבי שמעון. Come and behold, see what we learn here in relation to the plague in the house. میگه بیا یاد بگیریم ببینیم یعنی چی یه مریضی تو خونه است. When the unclean spirit rests upon a house and the holy one blessed be wants to pray for the house. میگه خدا میخواد خونه رو تمیزش بکنه، میخواد مریضی رو ریموو بکنه. He sends a plague of leprosy there in order to make them denounce each other. میگه که یک مریضی دیگه میفرسته، یه پلگ میفرسته که اون آدما بیدار بشن. The spirit of the plague fights that one to the uncleanness. میگه اون چنجی که ما تو خودمون بیاریم شروع میکنه فایت کردن اون مریضیه. Although the unclean spirit is gone from the house, that plague does not depart from the house after overpowering the spirit of the defilement until the house is shattered. This is how far we're going to read the Zohar.
So let's go یک سکشن خیلی قشنگی قبل از اینکه بریم برای سفیرای عمر رو صحبت بکنیم، یک سکشن خیلی قشنگی آریا کادوش این هفته صحبت میکنه راجع به پرشای تزریع. میگه که کتاب آری میگه که تموم این مریضی ها، این پلگا خودشون منیفست میکنن به خاطری که همونطور که صحبت کردیم از همه از مایند و کانشسنس شروع میشه. میگه چه مایند و کانشسنسی که خصف خلیل هم مایند و کانشسنس خودش رو ریلیت میکنه به دت، به مردن. میگه کسایی که با مردن در تماسند، راجب مردن فکر میکنن، خصف شالوم دست به مرده ها میزنن، نمیدونم فیونرو زیاد میرن، بهشتیه زیاد میرن. میگه نمبر وان مایندی که ایمپیور میشه مایندیه که با دت در تماسه و کابالیست همیشه میگه اصلا مرگ وجود نداره. And stay away from negative places. The next one is depression. میگه impurity، خدا نکرده مریضی، relationship های بد is also coming from depression. و depression هم consequence اینه که we think we don't have enough, we are not good enough. We look other places, we are jealous, we fall for our heart and eyes. And the next one is ego. که هممون we know the ego. Ego is the source of all impurity. و برعکسش چیه؟ میگه سلامت، میگه چی سلامتی برای ما میاره؟ Joyful. Joyful, being happy. پیش هر سایکولوژیستی میگه be positive, be happy. So, میگه the negative forces, the diseases, the all the challenges is the consequence of being related to death, depression, ego. و همه چی که برای ما سلامتی میاره وقتی که joyful هستیم، وقتی که positive هستیم، optimism character داره. میگه از این آسان‌تر نمیشونه explain کرد. So beautiful. I hope که we remember and we remind each other. یه سکشن خیلی قشنگی دیگه هم آری داره راجب بچه، چون این پرشا راجب بچه آوردن صحبت میکنه. میگه سه تا کاراکتر باعث بچه میشن. آف کورس که اولیش پدر مادره و سومیش هشمه، the creator. بعد میگه هر کدوم از این سه تا کاراکترها چی کنتریبیوت میکنن به بچه. میگه پدر از طرف پدر به بچه استخون میرسه، هر چیزی که سفیده، استخون سینیوز میشه اون رگایی که برق از توش رد میشه، عصب. میگه از طرف پدر there is a huge lesson behind it. استخون میاد، عصب میاد، ناخون میاد، مغز میاد، مغزی که از سفید اونم که تو سر بچه هست، هرچی سفیدی چشم از پدر میاد. و از طرف مادرش چی میاد؟ از طرف مادرش خون میاد، گوشتش میاد، پوستش میاد، موهاش میاد و اون رنگ، اون قسمت مشکی بلک چشمش از مادره میاد. There is a huge lesson behind it. ولی عزتش هم we're gonna talk about it some other time. سفید یعنی خخما و قرمز یعنی بینا. حالا از خدا ما چی میگیریم؟ This is a good part. حالا چیزی که از پدر مادرمون گرفتیم that's nice دیگه، we cannot change that. ولی چیزی که از خدا گرفتیم و for sure میتونیم بهترش بکنیم. میگه از خدا ما چی گرفتیم؟ میگه اول از همه نشمامون رو از خدا گرفتیم، نشمامون و سولمون رو گرفتیم. یه نشمای سول میتونه again نگتیو و سد و دیپرس باشه، یه نشمای سولی میتونه پوزیتیو و هپی و جویفول باشه. It's our choice. چیزی که از پدر مادر گرفتیم نمیتونیم چنجش بکنیم، ولی چیزی که از خدا گرفتیم میتونیم بهترش بکنیم و باید هم بهترش بکنیم، چون که همه هدف ما اینه که نزدیکتر بشیم به کریترمون، اونی که به ما میتونه ساکسس و سلامتی و موفقیت بده. میگه اول از همه اسپریت و سولمون رو بهمون داده. دیگه چی بهمون خدا داده؟ فیشال فیچرز. دیدین که
ما صورتمون رو میتونیم عوض بکنیم. وقتی این نفر رو نگاه میکنیم رای دبه میتونیم بگیم غمناکه، سد، دیپرس، خدا نکرده رایت، یا میتونیم بگیم خوشحال، جویفول، هپیه، پازیتیوه. It's up to us. ما میتونیم یا نور صورتمون تاریک باشه یا صورتمون میتونه پر نور باشه. و این صورت هم کانسیکونس کانشستنس مونه. یه کانشستنس پازیتیو و هپی و اپریشیتیو نورانیه، یه کانشستنس نگتیو صورتمون دارکه. دیگه چی از خدا گرفتیم؟ دیدن رو ما از خدا گرفتیم. خیلی جالبه، میگه رنگ چشمون از پدر مادرمون گرفتیم، ولی دیدن، the fact that we can see is coming from Hashem. So do we want to disappoint Hashem? چیا رو ما نگاه میکنیم؟ Do we want to look at Kedusha? وقتی آدم ها رو نگاه میکنیم میخواییم کدوشا رو توشون ببینیم، یا یعنی که میخواییم اون نگتیف کرکتراشون رو ببینیم. So هرچی که ما میبینیم و رب پیدا میکنه right away به کریتور، به هشه. If you see bad, if you see negative, if you see cheating, if you see other people deceiving, خدا با ما شریکتون چیزی که ما داره میبینیم. So بهتره که divert بکنیم eyesightمونو به کدوشا. حتی توی negative situation هم هستیم، باید we see the good. این یه خاخامیون ربای خیلی بزرگی هستن، اگه راجبه یه نگتیف کرکتری باشون صحبت بکنیم، میگه the last چیزی که بگه، میگه ببین این هنوز نشمهش اسرائیله. Doesn't matter how bad his character is، ولی هنوز نشمهش اسرائیله. So we want eyesightمون فقط که دوشا ببینه. What else از خدا اومده؟ Hearing. درسته پدر مادرمون به ما این گوشه رو داده، ولی شنیدن رو به ما خدا داده. What do you want to hear? You want to hear other nations, tradition, other nations, belief system. گوشه ما فقط حرف پازیتیو باید بشنوه. حرف تورا و کدوشا باید بشنوه. کسی که منو میشناسن، right away I stop negative speech. I find a way to switch it to positive. So hearing is coming from the Hashem. هر چی که ما میشنویم خدا میشنوه. So be careful what you listen to. I know کسایی بودن که خیلی curious بودن، خیلی کنجکاو بودن، رفتن بودایزم، other culture، other religion شنیدن، گوش کردن. ولی no more. We want to hear Kedusha. What else is از خدا آمده؟ speech، صحبت کردن. درسته که این دهن و زبون و گلو و اینا همه از پدر مادرمون اومده، ولی صدایی که از دهنمون میاد بیرون از هشم اومده، از کریتور اومده. So be careful what you say. Whatever you say, Hashem is partner with you. دیگه چی میگه از خدا اومده؟ The ability to walk. درسته که پاهامون گوشت استخون از پدر مادرم اومده، ولی the ability to walk is coming from Hashem. Be careful where this feet is taking you. Hopefully this feet is taking us to Kenisa, to Kedusha, to study Zohar, Kabbalah, to positive places, to weddings, to Brit Mila, to Bar Mitzvah, to visit a friend, to take care of others, and not to negative places. دیگه چی از خدا اومده؟ ازش اومده understanding. این پوسته و گوشت و برینه درست از پدر مادرمون اومده، ولی understanding هم از خدا اومده. So we have to appreciate, we have to be so joyful and blessed که میتونیم یه چیزو بفهمیم، درک بکنیم. And the last one is judge well. میگه که طبیعت ما اینه که right away بده رو ببینیم، right away نگتیو رو ببینیم، right away قضاوت بد و نگتیو بکنیم. ولی وقتی که درست قضاوت بکنیم خدا هم شریکمونه. And what could be better than that? Judge well.
This is how far we go with Arya Kadosh. میریم سر سر درس عمر. هفته پیش تا دوازدهم رو کاور کردیم. این هفته از 13 کاور میکنیم تا 19. امشب شب 19 روز 13 عمر بسمش هست بسم شعره سهلا. کسی که هفته پیش نبودن what is عمر خیلی شورت میگم. یک نوری ما روز پسخ گرفتیم که همون نور خخمه اومد و رفت، ولی یه ایمپرشنی گذاشته، یه هعرای گذاشته و این ایمپرشنه رو باید بیدارش نگرش داریم، باید زندهش بکنیم. یه به یه زبون دیگه اون نوری که پسخ گرفتیم تو ارمکیفه، تو حالت پتانسیاله. وقتی این درسای عمر رو ما پرکتیس بکنیم از پتانسیال به اکچوال میشه، اون بلسینگ هایی که قراره برای ما بیاد میرسه. ولا اگه اینا رو پرکتیس نکنیم دن اون نور پسخ هم میزنگونه stay with us. So, کسی که هفته پیش نبودن رکومند که کلاس هفته پیش رو گوش بکنیم که اون 12 روزه اول عمر رو یاد بگیریم. 13 روز عمر از شرط سهلا. سهلا یعنی خندیدن، یعنی یک صدایی که توش هپینسه. تو کلاس روش حرف زدی. سهلا یعنی یک آواز یا یک صدایی که پر از خوشحالیه، پر از انرژیه. دیدیم برامون پیش اومده با یه نفر حرف میزنیم میگیم چرا ما نمیبینیمش، فقط صداشو میشنیم میگیم چرا انقدر داونی، چرا انقدر پایینی، چرا صدات انرژی نداره. Right? So is there blessing in that وقتی که ما داونیم؟ No. چه وقتی ما blessing رو به طرف ما میاد؟ وقتی که صدامون پر شادیه، پر هپینسه، پر با صدا، با آواز حرف میزنیم. There is a laughter، یه خنده تو صحبت کردن مونه. بهم میگن سهلا. So if you want to receive this light، this blessing، همیشه صحبت کردنمون باید پر خنده و پر شادی باشه. نه که فقط برای خودمون، بلکه کسای دیگه هم افکت میکنیم. What is the next day؟ روز 14 عمر از شعره صدقه. صدقه هممون میدونیم که صدقه ریلیتش میکنیم به پول، یعنی صدقه $100 چک دادن به کنیسه. نه، صدقه خیلی معنی بزرگتری داره. از کلمه صدیق میاد. You have to be honest، you have to be صدیق. که این بلسینگ ها، این برخه های نورا رو به ما برسه. صدیق بودن نه که فقط جلوی مردم، نه این که فقط ما یک کمکی بکنیم اسممون رو بزن بالای در. نو no. We have to be all the time. We know expectation. How good you are on a daily basis. How much you care. How much you're a giver. So many examples, you know, the gardener come to your house, be nice to him, give you have a smile, give him a glass of water, be kind to him. The UPS, your employees, your neighbors, just be good to everybody. You know, it's not sadaqa faqat pul dadan donation nist. Smiling, giving, sharing, az khod gozashtegi, nice budan. Just be a good human being. Just هر برخوردی که داریم نایس باشه. من یک تکه کلامی دارم همیشه میگم هر کس که از ما جدا میشه یک کاری بکنیم که با حالت خوب از ما جدا بشه. ایمجین بکنین که با یه نفر ما یه میتینگی داریم، برای 5 دقیقه باش یه برخوردی داریم، کمپلین بکنیم، ناراحت باشیم، پشت سر کسای دیگه حرف بزنیم، ببینیم با چه فیلینگ از ما جدا میشه. سعی بکنیم، اگه سعی بکنیم let's get to the point که هر کس از ما جدا میشه، با هر کس خداحافظی میکنیم ما رو برخا بکنه. It's possible. فقط این نگتیو فورس ها، این خواسته های اشتباه، این ایگوه نمیذاره.
از هر کس که ما جدا میشیم براخامون بکنه یا پشت سرمون حرف خوب بزنه، بگه واو what a nice guy، چقدر kind بود، چقدر nice بود، چقدر منو take care کرد. So let's bring ourselves to that point که هر کس از ما جدا میشه با مزه خوب از ما جدا بشه. روز 15 از شهر پرنسات تووا، پرنسات تووا به معنی sustenance، life بود. کی از پول خوشش نمیاد؟ کی نمیخواد پرنسه خوبی داشته باشه؟ کی نمیخواد sustenance داشته باشه؟ ولی for what purpose؟ For what purpose؟ Number one، آیا فقط برای ایگوی خودمونه؟ bigger car، bigger house، more luxury؟ یا اینی که we want to make the world a better place، have more employees، more we have the wisdom to make money، ولی باعث بشیم که کسای دیگه هم از این موضوع بهره ببرن. So you want money for what purpose؟ Not only the purpose is not only for selfish reasons. We want to make the world a better place. و پرنسا تووا همینطور باعث بشیم که کسای دیگه هم ساستننس داشته باشن. نه که فقط من به فکر باشم خودم، خانوادم، کارگرام. How can we help others to have a پرنسا؟ همه کسی زبون بلد نیست، راهشو بلد نیست، تجربه نداره. ها؟ Are we helping others to have a پرنسه تووا؟ این یه توی دنیای زندگی میکنیم که همه خودخواه هستن، همه چیو برای خودشون میخواد و نمیخوان سیکرتاشون رو شیر بکنن. So I'm not talking about sharing your secrets، ولی help others to have a sustenance. راجبه صدقه صحبت کردیم. صدقه اصلی نیست که 100 نفر 100 دلار به نفر بدیم، کمکش بکنیم که خودش بتونه بره 100,000 دلار در بیاره. That's real صدقه. So پرنسه تووا is for what purpose you're going after money and also help others to become money, have money. روز 16 هم از شعر پریا و ریویا که تو این پرشا رو صحبت کردیم. پریا و ریویا یعنی زیاد شدن، فروتیشن. پریا و ریویا یعنی بچه دار شدن. میگه که هر کاری که ما میخوایم بکنیم باعث بشیم که زیاد بشه. ما ازدواج میکنیم که تعداد خانواده ما زیاد بشن، خانواده ها بیشتر بشن. Whatever we do we wanted to the blessing to grow. هر کاری که ما میخوایم بکنیم blessing میخوایم بیشتر بشه. اگه یک قدمی برمیداریم که blessing ها کمتر میشه، قدم درسته نیست. هر قدمی برمیداریم بلسینگ ها باید بیشتر بشه. We come to the Zohar class. I want to spread the light. هر چی یاد گرفتم میخوام شیر، هم پرکتیس بکنم هم شیر بکنم. I come to کنیسه. چی کار میتونم بکنم این کنیسه موفق تر بشه. So هر مووی که میکنیم توش باید براخاش بیشتر بشه. یه درخت بشه دو تا درخت. You know. همه چی بیشتر بشه. We want to make sure that there is a growth. The growth don't stop. There is a growth in everything we do. روز 17 شعره پدوت. پدوت یک کلمه خیلی قشنگیه به عبری. پدوت به معنی اینی که تو کلاس های پیت پارسال هم بهش صحبت کردیم. وقتی ما میخوایم کمک بکنیم، اینجا همه صحبت از کمک این سکشنه. وقتی میخوایم به نفر کمک بکنیم، according to کبالا ما یه وقتی به نفر میتونیم کمک بکنیم که 100% فیلش بکنیم، بفهمیمش، understandش بکنیم، خودمون رو بذاریم تو اون پوزیشن اون، اون وقت میتونیم بهش کمک بکنیم. یه نفر این اگزمپل رو زدم، یه نفر که مریضه براش گل بفرستیم یا یه کارتی بفرستیم get well soon it's nice, it's very nice ولی that's not پدود. پدود که put ourselves in their position and feel them, feel the pain, feel the suffering, feel the situation، اون وقت تصمیم بگیرم چی کار میتونم براش بکنم. So پدود
هممون دوست داریم کمک بکنیم. I know you all. هممون دوست داریم والنتیر بشیم. ولی to the point که اون سیتویشن یا اون آدم رو 100% فیلش بکنیم، خودمون رو بذاریم تو اون پوزیشن و بعداً ببینیم بعد چی کار میتونیم براش بکنیم. The next gate, gate 18 is so amazing. بهش میگن شهر عزرا. پرشایی که این هفته داریم تزریع یعنی planting a seed و عزرا is the same word. کمک کردن به تزریع. عزرا and تزریع is the same word. همون کلمه رو استفاده میکنیم. و به چه معنی عزرا، چرا کمک، چه ربطی داره به planting a seed؟ پرشای تزریع به ما میگه که ما احتیاج به کمک داریم. چنج کردن is not easy. We need to change ourselves این رو که زندگیمون بهتر بشه. ولی احتیاج به کمک داریم. به تنهایی سخت اوورکام کردن این نگتیف فورس های درونمون. به چه کمکی احتیاج داریم؟ به کمک کریتور هشم. We need the Torah, Zohar, Kabbalah, Hashem to help us to change. اگه یه آدمی که اصلا اکسس نداره به این ویزون بهش بگیم خودتو عوض بکن، میگه اصلا من پرابلمی ندارم که بخوام عوض بشم، یا اگه بخوام عوض بشم I don't have the tools. So we need the help of Torah and Kabbalah and the Zohar که بهمون کمک بکنه که بتونیم خودمون رو عوض بکنیم. سو این گیت عزرا، گیت کمک خدا وقتی باز میشه وقتی که دیزایرشو داشته باشیم که I want to change myself. I want to put myself in this situation, in these classes, in this wisdom. سو که خدا بتونه من کمک بکنه. سو روز 18 شهر عزرا وقتیه که ما هممون بدونیم، ریکوگنایز بکنیم که احتیاج به کمک داریم. تنهایی we cannot go through this life. It's impossible. و وقتی این کمک رو میگیریم، وقتی که همونطوری که آری گفته بود، چشمون، گوشمون، دهنمون از خود مال خداه. So put a good use to it. Put a use, good use to it که خدا هشم به ما کمک بکنه. The last gate, gate 19 که gate امشبه، شعر سلیخا، forgiveness، بخشش. There is many way to look at it, ولی the best way to look at it اینه که ما هممون احتیاج داریم که forgive بشیم. هیچ آدمی تو دنیا نیست که خطا نکرده باشه. So in order to get forgive from Hashem, we have to forgive. We have to practice forgiveness. خیلی سخته. It's not easy. ما هر اشتباه نه هر خطایی بکنیم، خدا از خداشه که ما رو فورگیو بکنه، ما رو دوست داره، ما بچه‌هاشی. ولی باید این فورگیونس و این کاراکتر رو داشته باشیم این اوره که اونم ما رو فورگیو بکنه. So let's practice forgiveness. Whatever done to us, whatever they did to us. ما honestly باید خودمون رو به این پوینتی برسونیم که اصلا بدیه رو نبینیم که به پوینت فورگیونس برسیم. میدونم سال پیش راجع به فورگیونس صحبت کردیم، شاید به یه پوینتی رسیدیم که یاد گرفتیم فورگیو بکنیم، ببخشیم. ولی یه لول بالاتر از بخشیدن اینه که اصلا اشتباه رو نبینیم، اصلا بدیه رو نبینیم که به پوینت فورگیونس بخوایم برسیم. honestly بعضی وقتا من ارگیو میکنم با مردم، میگم من بدیه رو نمیبینم. یه چی تو نمیبینی؟ how is it possible؟ میگم نه من نمیبینم. I don't see the badness. So the first level is to forgive. The second level, don't even see the bad که بخوای به forgiveness برسه. بگیم باروخ هشم، هوه امونا که چیزی که پیش اومده is part of the design. So this is و از امشب تا فردا شب این گیت سلیخا رو باید پرکتیس بکنیم. So forgive and the higher level even don't see the bad. هفته پیش راجع به این صحبت کردیم و قرار شدیم بذاریمش تو رکورد. واو it's 8:49 almost 1 hour.
کابالیسا توصیه میکنن یا از ما میخوان که لااقل یه دوست داشته باشیم، یه دوست خوب. تا وقتی که ما دوست نداشته باشیم نمیتونیم گرو بکنیم، نمیتونیم به نیکس لیولمون برسیم. We have to have a friend. اگه میخوایم آدم بهتری بشیم، اگه میخوایم بلسینگ و برکات تو زندگیمون بیاد، کابالیسا میگن باید یه دوست داشته باشیم. حالا the thing is right over همه میگه او یه دونه دوست، من 100 تا دوست دارم، همشو که همه تون داریم. ولی این دوستی که کابالیسی ها توصیه میکنن is not that easy to have. کابالیسی ها میگن که اون دوستی که ما باید داشته باشیم اون دوستی نیست که باش میریم سینما یا باش میریم رستوران یا باش we having a good time. That's not a friend. That's somebody we're having a good time with. دوست خوب according to Kabbalah دوستیه که ما بهترین ها رو براشون میخوایم. We want the best for them. هفته پیش هم صحبت کردیم، گفتیم که دوست خوب اون دوستیه که بعضی که جدا میشه ازش پشت سرش حرف نمیزنه، از جاجش نمی کنه، چغلیشو نمی کنه. That's not a friend. A Kabbalistic friend دوستیه که you want the best for them. از تای دلمون بهترین ها رو براشون میخواییم. به این فقط برای یه نفر نیست، این میتونه برای کلاسمون باشه، برای کنیسامون باشه، برای خانوادمون باشه. A real friend کسیه که you want the best for them. فقط این نیست که we're enjoying to have a good time with them. No, good time is not a friend. A true friend کسی که ما بهترین ها رو براشون بخوایم. هر چی که برای خودمون میخوایم برای اونم بخوایم. That's number one for having a good friend. میگه که پوینت دیگه، پوینت دومی که برای what is a good friend، میگه که Put them first. اگه قراره یه جای آدم بره، به یه جای چیزی برسه، اگه قراره، اتفاقا ما تو ایرونی ها خیلی اینو بهش میگیم تعارف. میگه دوست خوب کسیه که اول برای اون هرچی که میخوای برای اون بخوای. به خاطر این تو ایرونی ها تعارف میکنن، شما بفرما، نه شما بفرما، ایرونی ها دینو کابالا. میگه put your friends first. It's very hard, ولی that's how a true friend is. اگه قراره من یه لقمه وردارم بدمش به دوستم اول اصلا. اگه قراره یه برخاتورا بگیرم نه، میدمش به دوستم. البته برخاتورا برای ما نیست، برای اون کمیونیتی ما میگیم. ولی put your friend first. So اولین پوینت دوست خوب داشتن، دوست درست داشتن اینه که بهترین ها رو براشون بخواییم. دومیش اینه که put them first و share your heart, share your mind. بدون هیچ پرده ای بتونی با شیر بکنی. Usually our teachers are our true friends چون که باشون شیر میکنیم. داره هیچ پرده ای وجود نداره، چیزی که تو قلبمونه و تو مایندمونه باشون شیر میکنیم. And we share knowledge and share blessings, share all the gifts. The third point, that's another difficult one. میگه که دوستتون رو باید قبول بکنی the way they are. نه اینی که دوستمون امروز تو مود خوبی باشه، یه let's go have a coffee. بعد فردا به دوستمون زنگ بزنیم تو مود خوبی نباشه. You know what? I call you the next day. No. باید accept بکنیم دوستامون رو at any situation. تو هر مودی که باشن. و بدونیم که good and bad comes together. Good and bad comes together. هر آدمی شاید چند تا کاراکترهای خوب داره، چند تا کاراکترهای not so good داشته باشه. So اون کاراکترهای که همچی خوب هم نیستن باید قبول بکنیم، باید accept بکنیم، باید judge بکنیم. و کابالیست ها خیلی حرف قشنگی میزنن، حتی تالرنس نکنیم نگتیو اسپکت های دوستامونو. It's not about tolerance.
هم تولرنس به فارسی چی میگن؟ نه اینکه من جلو زبونم رو بگیرم بگم you know what؟ تحمل. تحمل. Thank you. میگه اگه دوستمون یک نگاتیو کاراکتری داشته باشه نگه من تولرنس دارم، من تحمل میکنم نگاتیو کاراکترشو. نه. Accept. قبول بکنیم اون نگاتیو کاراکترش هم حتی. و بگیم که به امید خدا هم کمکش میکنم هم ایشالله بهتر میشه. سو صحبت از تحمل کردن یه نگاتیو کاراکتر دوستمون نیست، قبولش بکنیم که خدا اینطوری کرییتش کرده و هیز این پروسس، داره بهتر میشه. اگه شما منو 20 سال پیش میشناختین بیکودن تحملم نمیتونستن بکنین for more than one minute، ولی باروخ هشم we all changing you know becoming better and better. پس نگاتیو کاراکترهای دوستامونو قبولش میکنیم، اکسپتش میکنیم، نگاتیو کاراکترهای همسرمونو بچه هامونو دوستامونو قبولش میکنیم و منتظریم که هممون بهتر باشیم و پیشرفت بکنیم. So that was the three points of having a good friend. به آخر کلاس رسیدیم. بعد از اینی که کلاس رو قطع کردیم با هم دیگه روز 19 عمر رو میخونیم. And thank you very much. Have a wonderful week. Shabbat Shalom. I love you guys. I wish you a wonderful week and Shabbat. Thank you. Merci. Goodbye.